دوستان گرامی میفهمین من کجا هستم؟ ولسوالی پدمان و از ساحه گنتاق زفر پدمان است. اما خوب است که اول یک بلست بکنیم که چقدر برف در پدمان است. یعنی یک بلست شد باش من ببینم یک بلست رو چقدر میشه. یک بلست اینه خرم، دو بلست اینه خرم. شما شاید شنیده باشین یکی رو دوستان میگه که در پغمان یا در سالنگ یک زانو برف شده، یک زانو به این معنی که تایی برف شده. یک تعداد میگنه که یک چامپ برف شده. او من امروز براتون گفتم دیدین که اندازه کردیم بیا نشان بده اونجا رو مسعود، اندازه تا قسمت پایینم دستم داخل نرفت. اینجا رو ببینین شما که برف حدوداً دو بلست بود، از دو بلست این یک انگشت کم، اینقدر برف در پغمان باریده. و این هم چوکیایی که برای کسانی که اینجا میاین اینجا میشینن چوکی ها رو کاملا برف گرفته. واو خیلی خلابه. کمی پیشتر بریم، ولسوالی پغمان است. اما ما باید اگر تصویر بکنم مشکل پیدا میکنم کارای مطمئن یادواری میکنم با من که من متوجه باشم زیاد تیز نرم. و این هم زیبایی طاق زفر. مردم زیاد میان در روزای برفی، زیاد میان به خاطر عکس گرفتن، به خاطر عکس گرفتن مردم میان. به می خاطر معلوم میشه که اینجا یک تعداد بله چرا رفتیم باش هستم. عفیز هستم، ما هستم با دوست هستم. ما را گم کردیم که ما کجا بریم کجا بریم. ما از بس که را گم کردیم خب این طرف رفتن نمیتونیم. ما را کمک شده. بیاین گزارش ما کاملا لایو و زنده است. اگر کدام مشکل می داشته باشه با بزرگواریتان ما را ببخشید. او طرف برف زیاد بود، اینجا آب شده فکر می کنم. او طرف آب شاید رای پیدا کنیم که بریم همراه دکاندارا حداقل گپ بزنیم. دکاندارا نوش جان چون در چی فضایی در چی جای زندگی می کنن و در چی جای. کاکا سلام، چیال دارین؟ خوب هستن انشالله؟ نام شما چی هست؟ محمد قسیم. کاکا قسیم از امی باشنده خود پغمان است؟ بله سلام. کجا می رفتین آله؟ نمی در دروازه اینا رو پاک می کنیم باش پیل آله. وظیفه دارین یا مطمئن؟ همیجو وظیفه می هستم. خب باغبان هستی؟ باغبان هستیم بله. نام خدا برف چقدر زیاد شده؟ نام خدا برف بسیار زیاد شده. خوب هستی؟ چطوری؟ امی کوهای پغمان خوب برف پر کنین به خاطر که با تابستان و بهار میای به خیر امی او شوا و بیای به ما مردم کابل. میای با کلیگی میای با کلیگی امی سال که تیر شد این به پاکستان هم خویا و میره. ما یک دو شو که سراو رفتیم دیم پارک آوردیم گاو خود با خود می اومد او فریمون او سر با خود نو می اومد فریمون. امسال ان شاء الله به فال بر شو به خیر شاید کمت شو او خود با خود کل کابل و کمپانی و کل جای او بگیره. تا چقدر برف شاید بودی خود تا پغمان؟ تا پار پیرار سال مگم دمایود برف زد نیم. از امو خوردی تال را در پغمان هستی؟ نمیجا به دنیا آمدی؟ نمیدیم پغمان. امو زیادترین برف که در پغمان شده چقدر بوده؟ بوده که 5 سال پیش، 6 سال پیش، 7 سال پیش بود. 5 سال پیش برفایی که سابق شدی برفا نیستن
بسیار کم است. اما برفای سابق تا چی اندازه را بود؟ از متر بالا میپرید. از متر بالا تا میجان بود دیگه. تا کمر بود. مگر مولم دمی دو سال فضل خدا با فضل خداوند مثل سابق بوره برفگیری در پغمان. برفگیری زیاد است. کار و کسبت چی بوده در مقدر وقت در پغمان؟ باغبان. باغبان بودی؟ باغبان. خیلی خوب دیگه میفهمی که چه رقم است. وای این یار کلش ما خود زمین هم خاک هم میشناسی، درخت هم میشناسی، قلم هم میتونی، بله ها، شاخ چبوری هم میتونی، این یار کلش این مرسلا و این درخت ها و این پرت ها و دیوال ها رو کلش ما خودم کردیم. کلش خودت کردیم؟ بله. از کدوم قریه هستی؟ از خود بازار چندل بویی. خود بازار چندل؟ خود بازار چندل بویی. این منطقاز دیگه خواهد؟ این منطقاز بله. بسیار تشکر کاکا قسیم، زنده باشین. ما از تلویزیون آریانا آمدیم که برای زمین دوستانی که در هر جای افغانستان هستن یا خارج از افغانستان هستن ببینن که در طاق ظفر پغمان چه قسم برف شده. برف شده، این برف زیاد شده. برف زیاد شده. خوش باشن. اگه دین روز می آمد این نیم متر اون بالای برف بود. حالا خود گشتن سرجی. سرجی گشتن دیگه هفته هم یک کمک پایین شده. اینا ما پاس دور دروازه رو پاک میدن که فنوردوری میشه، عکاسی میشه. مردم یک پای برف پر نشده، منه برف نره. دین می وظیفه مون باشه. شکر ما هم تصمیم داریم بیایم بخیر بچا کار باز. خدافظ، تشکر. از اینجا میشه پایین چه این طرف؟ نه ما تو اون جو پاک میتونم که دو سرک پایین شو؟ بیا خیر. میریم. آره را ببینیم که یخک است. اینه قدر کوکو قسم پاک کده. خیر ببینم. اونجا مرکز چی است؟ روغتیه مرکز. اینجا یک جوی هم از فکر کنم که در جوی نفتیم بچه ها. در جوی نفتیم. اگر افتاد متوجه باشه خودت نبه دیگه جای نیست میگه از پخشترش پایین شما هیچ جای دیگه نیستی جا شما بیننده گزارشه اوجا جوی است متوجه باشی در جوی رفتی؟ کمره ما در جوی رفت اما خیر بیاید اگر کمی و کاسی بود دوستا شما رو ما رو ببخشین چون گزارش ما زنده است بیننده برنامه صبح زندگی و گزارش دوم صبح زندگی از تلویزیون آریانا هستید ما آمده ایم به پغمان امی لحظه در ولسوالی پغمان هستیم مرکز صحی جامعه پغمان سلام بچه ها کاکا سلام دستای می در سر شده خیره خوب هستین خوش آمدین پغمان خوش آمدین زنده باشین این وطن تاریخی ما شما خوش آمدین باشنده پغمان هستین بله باشنده پغمان هستم از خردی تا بزرگی تا امی لحظه در اینجا بودی بله از خردی تولد ما در این وطن پر افتخار پغمان در ایسا خیلی پغمان میگه ما در اینجا تولد شدیم سابق معلم بودم کدام مکتب معلم بودی؟ مکتب لیسه پغمان بودم از اوجه باز دیگه مکتب رفتم بودم کدام سالا مکتب در لیسه پغمان بودین؟ در لیسه پغمان در سال اولین بار ما در سال 1357 بله در وقت داود خان ما اصلا پیچارده تربیه معلم سید جمال الدین فارغ شدیم و دمیجا محمد من یک کس هم دوره تان بوده به نام معلم هاشم بله معلم هاشم خدا مغفرت کنه از قلعه ملک پغمان است قلعه مابت پغمان قلعه ملک آه یک قلعه او هاشم خان دیگه است ای جمع یک هاشم خان است از قلعه ملک هاشم خان اصاب خراب بود میگن آه شناختم او هم خوب استاد بود خدا مغفرتش کنه که مرده زنده پاوت کردن پاوت کرده خداوند مغفرت شد ایناله آمین چی خوب یاد داره پغمان ما در زمستان لباس سفید خوب پوشیده نمیش که لباس سفید هم پوشیده ایجا که مردم میایه به نظارت میایه یک جای تاریخی است اینمی دروازه تا قزپره که میبینین یا با و اجداد ما در اینجا گرفتن از سرای خود تیر شدن حتی امیر امان الله خان کسی معلومات داره نداره در پشت سر ولسوالی پغمان در اینجا تولد شده در زرگر در زرگر اما موقعیتش هم اینجا بود که تولد شده دیگه ما سرش یک مکان تاریخی است در اینجا تمام میگی لستای شهیدا اینجا نوشته است که اینال از خیرات سر زینا ما در اینجا زندگی میکنیم ما افتخار داریم ما افتخار داریم بسیار زیاد تشکر استاد شما زنده باشید خدا حافظ ناصرتان خیلی ببینیم سلامت باشید تشکر زنده باشید اونجا ولسوالی پغمان است ولسوالی پغمان است و کسانی که میخواین تذکره بگیرن کسانی که تذکرهشان تایید شود
و بعض موضوعات دیگه، زمین و پلوان و گپا می باشه یا مشکل می داشته باشه با همسایه خود، به می ولسوالی میان و مشکل خود حل می کنه. و ایجام کسایی هستن که عریضه می نویسن، یعنی یک تعداد کسا. سلام. سلام علیکم. خوب هستین؟ شما دید باشنده پغمان هستید؟ بله سر باشنده. از کدام قریه؟ از قریه دری زرگر ولسوالی پغمان. همونجا که همان لخان به دنیا آمده بود؟ بله سر. بله آه. شما خوب وقت نبودید؟ جان نه دیگه، تقریبا اونا 100 سال پیش، 150 سال پیش به دنیا آمدن. 100 سال پیش، 100 سال پیش استقلال گرفتن. اینکه چه وقت به دنیا آمدن؟ اون دیگه برای ما معلوم نیست. معلوم نیست. شما عریضه می نویسید؟ بله. چند می گیرین از یک؟ اینا مختلف است. کسایی که تذکری می گیرن عریضه 20 روپیه 30 روپیه، و کسایی که نکاح خط جور می کنن یا مسائل زمین است، مسائل مثلا وثیقه و باز مسائل های دیگه است، اینا مختلف است. کار برتون خوب است؟ خوب است. راضی هستید؟ شکر فضل خداوند. قناعت خودش یک سرمایه است. بله. که تاسو سوال محترم، هر انسانی که در وطن ما شما قناعت کنه ان شاء الله مشکلات ها رفع میشه. بسیار جو تشکر. لطفتون. سلامت باشین. عزیزان گرامی، با ولسوالی پغمان آمده بودیم، گزارش کاملا زنده داشتیم از این ولسوالی، ای که برف باریده چقدر زیبا شده، چقدر مقبول شده. ولسوالی پغمان براتون گزارش داریم. اول یک اجازه بگیرم که برای اجازه میتن ددان قراول ولسوالی یاریم. بعد باز مخشمه هست. سلام. سلام علیکم. خوب هستین؟ نام شما چی است؟ نام ما داد محمد. داد محمد، فرزند شیر محمد. شیر محمد. ولدیت؟ ولدیت محمد یعقوب. محمد یعقوب. باز میفهمین؟ ولایت بدخشان. از بدخشان هستین؟ کدام ولسوالی؟ ولسوالی ارگو. ارگوی بدخشان. بله. جاروار از کجا میری؟ جاروار از شار میری. از شار میری. جاروی مزاری است. مزاری است. بله. خانه بدخشان است؟ بله، خانه بدخشان. مسافر است؟ بله، هم مسافر است. کجا میباشه آنه؟ شهر میباشیم. در شهر کابل؟ شهر کابل میباشیم. عروس پغمان میایی جارو فروشی؟ نه، یک ده روز بعد، پنج روز بعد جارو فروشی پغمان میاییم. باز دیگر روزا کجا میاییم؟ دیگر چهار آسیا میریم. هر جای میریم؟ هر جای میریم. اید نمیترسیم؟ نه، چرا بترسیم؟ مردم غریبه کی کار داره؟ آفرین والله، بیشکت هست. چطور کاربار؟ والا نیست کارو بود. مردم پغمان جارو میخرن؟ میخرن کم. مردم پغمان رو پیسه دارش جاری برقی استفاده میکنن. توکل به خدا دیگه. ها خیلی. صبحانه خوردی؟ بله ها. چی نوش جان کردی؟ بله. چی نوش جان کردی؟ چای، شور چای. شور چای بدخشی؟ بله ها. نوش جانت. خداحافظ. خداحافظ. دکارت برکت. ای
اینجا ایستگاه موترای کمپانی است. موترا از اینجا کمپانی میرن و از کمپانی که میان اینجا ایستاد میکنن موترای خلا. و شاروالی نگفتن همانه که مصروف کار است و ریک پاش میتر در هر بخش ولسوالی پغمان به خاطر از اینکه موترا نلخشن و یخکا هم زودتر آب شد. کاکا سلام. خوب هستید؟ شما در تنظیف ریاست نایی چند میشه؟ ما ریاست تنظیف هستیم. ریاست چ... اینجا خدمتی آمدیم. خو. این نایی چند؟ نایی چارده میشه. خو. شما از چی وقت ریک پاشیدن شروع کردیم؟ ریک پاشیدن خواهیم داریم. برف شروع شده یعنیم ریک هم پاشیدن. هر روز هم این کار دارن؟ یه خکم میدان میکنیم. برف هم پاک میکنیم. موترام نمی لخشه؟ موترام نمی لخشه. آدم هم نمی لخشه. این ریگ از کجا میاریم؟ ریگ هم خشک است؟ ریگ از خودی چیز میاریم ریاست تنظیف. این از کابل میاریم؟ اشار؟ اشار میاریم. آفرین. باز خانه کجاست؟ خانه خجالکن. خجالکن پغمان؟ این کسایی که کار میکنن در بخش تنظیف خدمتی آمدن به ولسوالی پغمان یا نایه 14، خانه کلشون در پغمان است یا در شهر آمد؟ نه کلشون در پغمان است. خب برای خوبه که نزدیک هستن؟ آه یه از این خاطره نمیجه روان کنم. اگه نه خیرخانه و خوجه بغرا باشه چه قسم برد بیچارا؟ نه همین سمتش بوده میجه روان کنم. از کارتون خوش هستی؟ خوش هستیم. چرا خوش هستیم؟ بسیار تشکر از شما. زنده باشید. خب پیشتر ما داخل ولسوالی رفتیم، داخل قماندانی و ولسوالی هر دویش در یک مکان است. گفتیم امروی قماندان سوی ببینیم اونا نبودن کدام جای کدام قضیه رخ داده بود. حالا نفر آمد گفت که اونا آمدن باید بریم یک دفعه ببینیمشان، امرویشان صحبت بکنیم در مورد امنیت پغمان و بعض موضوعات دیگه که مربوط خود قماندان امنیت میشه. اگر ولسوال سوی بود امروی از اونا همچنان گپ خواهد زدیم. اما شما سمت چپ شیر دروازه و طاق ظفر دیدین پیشتر، حال هم سمت راست شد ببینید که دکانات در چی وضعیت است و برفا چقدر زیاد است. اینجا که تا لحظه بیننده گزارش بدین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.